سلام دوستان عزیزم و خیلی خوش اومدید به کانال محمود بریز در یوتیوب. همینطور که مستحضرید، من در آموزش‌های گذشته به شما در مورد روش‌های کسب درآمد از وبسایت‌های مختلف مثل فروش عکس یا کسب درآمد توی اینستاگرام یا کسب درآمد از طریق دیدن تبلیغات یا کار در منزل برای اونایی که کار تایپ انجام میدن، نوشتن مقاله، فریلنسری، افیلیت مارکتینگ یا خیلی از سیستم های تبلیغاتی و فروش دیگه باهاتون صحبت کردم. در مجموع آموزش هایی که به شما داده میشه کاربردی، یعنی عملا من خودم قبلش حتما تست میکنم و اگر نتیجه گرفتم آموزش رو منتشر میکنم. کما اینکه دوستانی میان و توی کامنت ها مثلا می نویسن آموزش سایت ما رو هم بذارید یا مثلا آموزش سایت کلیکی فلان رو هم بذارید. ببینید دوستان، تا زمانی که یک موردی به اثبات نرسه نمیشه اون رو عملا منتشرش کرد. به چه علت؟ چون ممکنه سایت ها اسکم بشن یا به هر شکلی اسکم بشن و افراد نتونن از طریق اونها مبالغشون رو دریافت کنن یا مثلا بتونن پولشون رو نقد کنن. در هر صورت عذر بنده رو از این بابت بپذیرید و فقط من در مواردی که مطمئن بشم مطمئنا در موردشون اظهار نظر میکنم و صحبت خواهم کرد. در هر صورت خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم همراه من هستید. من امروز در مورد کسب درآمد از فیسبوک و اینکه شما بتونید با ایجاد یک صفحه تبلیغاتی در فیسبوک ورودی بگیرید به سایت یا به محصولاتتون میخوام با شما صحبت بکنم. فیسبوک رو همه شما میشناسید و خیلی راحت میتونید توی فیسبوک به راحتی یه پیج بسازید و بعد از اینکه پیج ساختید میتونید این پیج رو مدیریت کنید، محتوا داخلش قرار بدید، ورودی بگیرید و به نوعی بکلینک ایجاد کنید برای یه لینک خاص. من در مورد بکلینکی که همین الان خدمتتون عرض کردم قبلتر توی یکی از آموزش ها همون اوایل بود، یه آموزشی که البته خب زیاد هم دوستان ندیدند و چون تخصصی بود اون عده‌ای دیدن اون رو که کاربرد داشت براشون. حالا بذارید من لینک اون رو هم پیدا کنم بهتون بگم کجاست. در مورد بکلینک من ساخت بکلینک رایگان برای سایت ها که من اینجا براتون آموزش رو گذاشتم میتونید ببینید. این بکلینک کارش این بود که زمانی که سرچ انجام میشد موتور جستجو میکرد و بعد وارد اون سایت ها میشد، اون سایت ها به شما لینک داده بودن یا همون لینکی که خودتون ایجاد کردید باعث میشد که موتور جستجو از اون سایت به سایت شما وارد بشه. کما اینکه سایت فیسبوک به خاطر اینکه رتبه خیلی خوبی در دنیا داره مطمئنن ورودی خیلی بالایی هم از موتورهای جستجو داره. ببینید رتبهش در دنیا سومین سایته، یعنی شما اگر یه محتوایی توی سایت فیسبوک قرار بدید و اون رو لینک کنید یا هشتگ چیزی منتشر بکنید، این باعث میشه که ورودی خوبی به سایت شما وارد بشه. به خاطر اینکه موتور جستجوی گوگل به عنوان مثال میاد فیسبوک رو قشنگ میگرده، لینک هاش رو بررسی میکنه، بعد به اون لینک ها مراجعه میکنه و این باعث میشه که ورودی خوبی داشته باشید از طریق فیسبوک. حالا توضیحاتی که امروز من بهتون میدم در مورد اینکه شما اصلا یه صفحه، یه پیج فیسبوک برای خودتون بسازید، یه آیدی فیسبوک برای خودتون بسازید، عضو بشید داخل فیسبوک. بعد از اینکه عضو شدید شما همچین صفحه رو میبینید، اینجا میتونید برای خودتون لوگوتون یا اینجا میتونید کاور صفحتون رو آپلود بکنید و میتونید پروفایلتون رو ویرایش بکنید، محل سکونتتون، شغلتون، کجا درس خوندید، اینها همه رو شما میتونید اینجا ویرایش بکنید. بذارید مثلا من اینجا مثلا من این جالبه که تمام تمام دانشگاه های دنیا رو اینها دارن و شما میتونی به راحتی تکمیل بکنید اطلاعاتتون رو. خب یونیورسیتی بعد از اینکه شما اطلاعاتتون رو اینجا تکمیل کردید میتونید منتظر باشید. البته اینا اطلاعات شخصی خودتونه، شما میتونید اصلا تکمیل هم نکنید و اگر تکمیل هم نکردید اتفاقی
نمیفته. دیگه بهتون بگم که عکس هم که میدونید دیگه، اینجا میتونید عکساتون رو هم آپلود بکنید، عکس بذارید یا هر چیز دیگه. اینجا میتونید یادداشت بنویسید، این یادداشت بعدا شما هم میتونید برید حالا توی این یادداشت نوشتن. ببینید زمانی که شما یک یادداشت رو وارد میکنید حتما از هشتگ ها استفاده کنید. هشتگ کلید شیفت رو میگیرید به عدد 3، دقیقا به این شکل، این میشه یک هشتگ. حالا می‌نویسیم مثلا تست، میخوام بنویسم کسب درآمد. ببینید این کسب درآمد، اگر کسی کلمه کسب رو سرچ بکنه فقط پیدا میشه، کسب درآمد پیدا نمیشه. یا باید به این شکل این بچسبه، یا اینکه باید با فاصله باشه. این فاصله وسطش رو باید با آندرلاین بزنید، یعنی شیفت و منها. ببینید این هم میشه هشتگ. میبینید که توی نوشتن ها حتما دقت بکنید و حتما از هشتگ استفاده کنید. خب من این کلمه تست رو پاک کنم که این توضیحاتی ارائه دادم. من هم هشتگ نوشتم و الان ببینید آدرس یوتیوب خودم رو میذارم اینجا. دقت بکنید که شما هرچی اینجا بنویسید این برای شما لینک میشه. یوتیوب من آدرس یوتیوب رو ببینید اینجا نوشتم و در مورد کسب درآمد. این رو گزینه بعد از اینکه نوشتید شما امکانات مختلفی دارید. الان من جرات چیزی ندارم که بتونم مسیج مثلا برای یه عده خاصی ایجاد بکنم و فقط برای اونها دیده بشه. این مطلب رو الان برای عموم منتشرش میکنم. دقت کنید شما اگر در مورد کسب درآمد در اینترنت سرچ بکنید وارد سایت فیسبوک میشید، یعنی فیسبوک رو هم جز نتایج به شما نشون میده و بعد این محتوای من رو به شما نمایش میده. یعنی طرف میاد کسب درآمد سرچ میکنه، ببینید من اینجا هشتگش رو گذاشتم، یا شغل اینترنتی یا کار در اینترنت یا مشاغل اینترنتی، این هم لینکشه. یعنی هر کسی روی این کلیک بکنه در یک صفحه جدید آدرس پیج یوتیوب من باز میشه. این ساده ترین کاریه که شما میتونید انجام بدید برای ورودی گرفتن و بکلینک گرفتن و برای معرفی خدمات خودتون. این یکی از کارهاییه که میتونید انجام بدید. خب شما در یوتیوب، شما در فیسبوک جدای از این میتونید پیجهایی رو هم برای بیزینس خودتون بسازید یا برای کسب و کارتون به نوعی معرف اون بشید. خب بعد از اینکه شما وارد صفحه خودتون شدید اینجا میتونید گزینه ساختن رو بزنید و یه پیج میتونید اینجا برای خودتون ایجاد کنید. خب من میگم یه پیج برای بیزینس هم میخوام، عنوانش رو اینجا میزنیم، مثلا میزنم محمود بیز، نوعش رو مثلا میزنیم نوع سرویس در چه زمینی داره ارائه میشه رو هم اینجا باید مشخص بکنیم. مثلا من میگم خدمات وبسایت سرویس، اینجا آدرس رو میتونیم بزنیم و آدرس
خب صفحه ما رو ایجاد کرد. اینجا از ما میخواد که برای پروفایلمون یه دونه عکس انتخاب کنیم. میتونید الان عکس انتخاب کنید، میتونید ازش رد بشید. من از این رد میشم. اون تو شما حتما در مورد کسب و کار خودتون به توضیح. اینجا در مورد یه کاور از شما میخواد، میگه یه کاور به من بده، من اینجا روی پروفایلت قرار بدم که اینجا میتونید آپلود رو بزنید و عکس مورد نظر رو انتخاب کنید، اینجا منتشرش بکنید. من این پیج رو الان میخوام بسازم و میخوام بهتون بگم که شما چطور میتونید این پیجتون رو انجام بدید، منتشر بکنید و از طریق اون بازدید کننده به دست بیارید. خب همینطور که میبینید پیج ساخته شد. این پیج محمود 20 هست، یعنی شما سرچ میکنید بدون هیچ مشخص. اینجا از من میخواد یه دونه آیدی برای صفحه‌مون بسازید. ببینید الان آی پی آدرس ما چقدر طولانیه. facebook.com/mahmood20 خط فاصله 34 26 720 680 793/ علامت سوال مدل ادمین و بقیه مواردش. حالا من میخوام این رو کوتاهش بکنم و فقط باشه مثلا محمود 20، یعنی هر کسی زد facebook.com/mahmood20 این صفحه من باز بشه. ببینیم آیا میشه اینجا میتونیم آیدی رو برای خودمون یوزرنیممون رو مشخص بکنیم. بذارید من بازش بکنم. در خیلی از موارد فیسبوک از شما میخواد که شما با صفحتون کار کنید، محتواتون رو منتشر کنید، بعد از یه هفته تا دو هفته بهتون اجازه میده. اما خب الان برای من سریع آورد، من بنویسم محمود 20، اگر اوکی باشه اینجا میگه تکراری نیست، اما الان تکراری محمود 20، من میگم نقطه 20. ببینم تکراریه، این تکراریه محمود نقطه تی آر ترکیه نقطه بیز. خب ببینید اینو میگه آقا وجود نداره، میتونم استفاده کنم. خب اوکی، من میگم این یوزر رو برای من بساز. الان یوزر من ایجاد میشه، یعنی میگه الان هر کسی که توی فیسبوک بزنه facebook.com/mahmood.tr/bz آدرس من وارد میشه. m.m/mahmood.tr/bz یا fb.me/mahmood.tr.biz. شما حتما بسیارتون باشه آیدی خودتون رو بر اساس شغل، حرفه و بیزینستون بسازید. ببینید الان من میخوام مستقیم وارد صفحه بشم. آدرس رو ببینید، mahmood.tr.biz، هر کسی بزنه وارد پیج ما در فیسبوک میشه. خب من الان میخوام از طریق این صفحه بیزینسی که ساختم برای خودم ورودی بگیرم به پیج یوتیوب. حالا ممکنه شما یه شرکت داشته باشی، یا مثلا میخوای یه خدمات رو میخوای بفروشی، یه سرویس رو میخوای ارائه بدی. عملا شما هم همین کار رو باید انجام بدید. صفحتون رو میسازید، اینجا کاورتون و لوگوتون رو حتما بذارید. اجازه بدید من یه کاور بذارم. اینجا چند نوع کاور رو شما میتونی از چند جای مختلف میتونی انتخاب بکنید. من کاور رو شما اگر داشته باشید تو تصاویرتون یا توی ویدیوهاتون، یا میتونید عکس آپلود کنید. اگر روی اد کاور پس کلیک بکنید میتونید عکس رو آپلود بکنید. من میرم توی دسکتاپم، اونجا عکس دارم، اینم از این عکس براتون میاد و شما میتونید این عکس رو اینجا به هر شکلی که خواستی در هر زاویه میتونید اینو ذخیره کنید و سیوش کنید. خب من این رو سیوش میکنم. خب اینو من الان اوکی کردم. اگه بخوام تغییرش بدیم، دوباره میایم چنج کاور رو میزنیم و عکسمون رو میتونیم تغییر بدیم. خب برای خود لوگوی پیجم هم آپلود رو میزنم، آپلود فوتو که باز شد، اینجا لوگوی محمود 20 رو انتخاب میکنم. به من میگه عکستو برش بده. خب من عکسم دقیقاً همینه محمود، این هم سیوش میکنم و الان ببینید اینجا بک‌گراندش ام نوشته، الان تغییر میشه به محمود. خب میگه پروفایل شما الان عکسش ذخیره شد و تا چند ثانیه دیگه صفحه لود میشه تا بتونیم این رو ببینیم. الان ما هم کاور صفحه‌مون رو ساختیم و هم لوگوی صفحه‌مون رو ساختیم. آیدی صفحه‌مون رو هم پس ساختیم، یعنی اگر
یه موردی هر کسی بخواد منو سرچ بکنه میتونه از طریق این عکس من منو بشناسه، یا اگر من هر بیزینسی داشته باشم میتونم آلمان بیزینس همو بزنم و لوگوی صفحه رو هم که گذاشتم، کاورش رو هم که قرار دادم. اینجا اد بوتون شما میتونید دکمه هایی بذارید برای تماس با ما یا زنگ زدن به شما که اینها رو بعدا خودتون میتونید برید و کاراشو انجام بدید. حالا من الان کاری که میخوام انجام بدم اینه که محتوایی رو منتشر بکنم و این محتوا باعث ورود بشه. ببینید شما یادتون باشه از هر وبسایت شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب، مثل سیستم‌های مثل آپارات در ایران، سایت‌های وبلاگ نویسی، توییتر، دیگه کجا بهتون بگم، سایت هایی که لینک های مختلف رو منتشر میکنن، از همین اینها شما میتونید استفاده کنید. همه اینها برای شما منبع درآمدن. یعنی شما اگر لینک ها و نوشته هاتون رو به همراه هشتگ توی اون وبسایت ها هم بذارید، باعث میشه که رشد بیشتری در فروش داشته باشید. چرا؟ به این علت که این چی اومد این پایین، به این علت که خرید هایی که شما انجام میدن مشتری ها ازتون از وبسایت هایی اومده که اونها ورودی های خیلی زیادی دارن. یعنی مثلا شما در فیسبوک یه پیج داشتی، افرادی که سرچ کردن به خاطر اینکه رتبه فیسبوک بالا هست، یعنی رنکینگ خیلی خوبی در دنیا داره، باعث میشه ورودی خوبی برای شما بگیره. پس شما در تمام سایت هایی که بهتون معرفی میشه حتما برید ثبت نام کنید و اگر میتونید، این خیلی خوب میشه، اگر بتونید شما همزمان یه پست رو که دارید منتشر میکنید هم در فیسبوک بذارید، هم در توییتر بذارید، هم در آپارات بذارید، هم در یوتیوب بذارید، هم در شیریت یا در وبسایت هایی که سوشیال مارکتینگ های مختلف مثل شبکه های اجتماعی مختلف قرار دارن، لینکاتون رو منتشر بکنید. این باعث به وجود اومدن یه سلسله شبکه پیوسته برای ورود به محصولاتتون و فروشتون محصولتون میشه. حالا شما ممکن اصلا سایت نداشته باشید، اوکی، اتفاقی نمیافته، توضیحات خدماتتون رو اینجا مینویسید و هر توضیحاتی که شما نوشتید به عنوان یک پست منتشر میکنید. وقتی این پست منتشر شد، افراد زیادی این لینک رو میان میبینن. حالا من میرم داخل یوتیوب، میخوام در مورد کسب درآمد از طریق آنلاین شاپینگ، میخوام راجع به این الان یه پستی رو منتشر بکنم. میزنم آموزش کسب درآمد از طریق راه اندازی آنلاین شاپینگ در ایران مناسب تمام اشتباه نمیشم پاکش میکنم مناسب تمام افراد و خانم های خاندار. اوکی، حالا این جمله آخرش این خانم خاندار چیدش بکنم خیلی زایی است. خب لینکم رو اینجا کپی کردم. این لینک رو از کجا آوردم؟ رفتم تو یوتیوبم، اینو دیدمش، روش کلیک راست کردم، کپی لینک رو زدم و آوردم اینجا قرار دادم. خب حالا من اینو قرار دادم، لینکش اینجاست. هشتگامو میزنم الان، کسب درآمد، کار در منزل، شغل اینترنتی، معرفی مزون آنلاین، دیگه چی بهتون بگم، دیگه درآمد اینترنتی، درآمد از اینترنت. خب من الان نه تنها لینک صفحه خودم رو اینجا قرار دادم، بلکه هشتگ ها رو هم قرار دادم. حالا شما سایت نداری، یعنی بعد شما این لینک رو نمیذاری، اوکی، یه محصولی داری برای فروختن، میگی تلفن تماس 2090 یا 2098 2093 2097، هر شماری داری وارد میکنی، یا به زبون خودت از همین نیستی، هر زبونی داری تو هر کشوری که زندگی میکنی، و بعد گزینه شیر رو میزنی. دقت کنید، بعد از چند ثانیه محتوایی که شما منتشر میکنید تو صفحه شما قرار میگیره. من اصلا این عکس رو قرار ندادم، دیدید خودش به صورت هوشمند
رفت و محتوای یوتیوب رو سرچ کرد، این عکس در اون قرار داشت به عنوان عکس اصلی محصول و اومد خودش اتومات اینجا قرارش داد. حالا ممکنه شما عکس داشته باشه که عکسش رو خودتون میتونید قرار بدید. بذارید من یکی دیگه از موارد رو دوباره اینجا مثلا برم به شما در مورد کسب درآمد از طریق تور لیدری. من این رو این بار میخوام قرار بدم، کلیک راست میکنم، کپی لینک رو قرار میدم، میام داخل صفحه و پیج فیسبوکم، بازش میکنم، اینجا مینویسم کسب درآمد از طریق برگزاری تورهای کوتاه روزانه و تور لیدری در تمام کشورها و نقاط دنیا. لینکش رو قرار میدم و بعد اینجا چیکار میکنم؟ تور لیدری، تور لیدر پرواز ارزان، بلیت ارزان. ببینید هر چه هشتگ فکر میکنید پرکار بردن حتما اینجا بزنید. تور آخر، آخرین لحظه ای، چارتر، آموزش رایگان، کسب درآمد، کسب در آمد، شغل اینترنتی، کسب دلار، کار در اینترنت. خب من الان با این اوصاف اومدم یه محتوای جدیدی رو دارم منتشر میکنم، لینکش رو قرار دادم، هشتگ هاش رو هم قرار میدم. تا هر زمانی که شما هشتگ بنویسید میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی محدودیتی از این بابت وجود نداره. شما اگر 100 تا هشتگ هم بنویسید فقط باعث میشه که ورودی بگیرید و این ورودی ها بدون استثناء، خب من نمیتونم بگم تمامش، اما در هر صورت وقتی شما ورودی های زیادی داشته باشید از این ورودی ها میتونید تعداد زیادی رو تبدیل به پول کنید، یعنی اینها تبدیل به پول میشن اتومات. به این علت که وقتی مشتری میاد سرچ میکنه دائم با صفحه شما آشنا میشه، دوباره میاد تو صفحه شما، باز هر کاری هر چی دیگه سرچ بکنه دوباره باز وارد صفحه شما میشه. مطمئنا این مشتری وقتی دوبار وارد صفحه شما بشه دفعه سوم از شما خریدش رو انجام میده، چون میدونه که شما خیلی قدر و قدرتمند پیش رفتید و کار زیادی رو انجام دادید. خب من این رو نوشتم و عکسش هم میبینید اینجا اومده. اگر بخوام یه عکس جدیدی هم ایمپورت بکنم اینجا میتونم روش کلیک کنم و اینجا مثلا بیام و مثلا یه عکس قشنگی رو اینجا من بذارم، مثلا این عکس دیگر من بذارم اینجا. حالا هرچی عکس خواستید اینجا میتونید دوباره ایمپورتش بکنید، یا اگر نخواستید میتونید این عکس رو حذفش کنید. میزنیم شیر. خب ببینیم منتشر شد این نوشته ای من، اما با دوتا عکس، هم این عکس اومد و هم این، در حالی که عکس قبلی ببینید فقط یه دونه است، اینو ببینید دوتاست. شما از این سه تا نقطه‌ای که اینجا دارید می‌بینید میتونید این نوشته رو ادیتش بکنید، یا میتونید این نوشته رو حذفش کنید، یا تغییرات دیگه‌ای میتونید روی این پست اعمال بکنید. جالبه بهتون بگم که هر عکسی که شما توی این محتوا قرار بدید و تایتلش رو که نوشید محتوا رو منتشر کردید و این هشتگ‌ها زمانی که افراد توی موتور جستجوی مثل گوگل در بین تصاویرش سرچ بکنن، این تصاویر من و این نوشته های من که اینجا هم هست به عنوان نتایج جستجو به افراد نمایش داده میشه. پس اینها خودشون به یه نوعی واقعا کمک میکنن به رونق کسب و کار. خب شما میتونید این کار خودتون رو در مورد پیج های فیسبوک یا سایر موارد میتونید به راحتی منتشر بکنید. حالا من به عنوان مثال الان اینجا تلفن نذاشتم، منتها شما اگر میخواید یه کاری رو انجام بدید و بیزینس شما اصلا در مورد هیچ ارتباطی به سایت نداره، خب میتونید تلفن تماستون رو در پیجتون در فیسبوک حتما منتشر بکنید. ببینید این یه آدرس پیج شد، facebook.com/mahmood.tr.biz آدرس پیجی شد که من ایجادش کردم.
ممکنه شما بتونید این صفحتون رو به اشکال مختلف بخواید طراحی بکنید، این رو شما میتونید این کار رو انجام بدید. یه قسمت های مختلفی داره توی این صفحه، تو قسمت ستینگ میتونید برید شکل و شمایلش رو تغییر بدید، یا مثلا از این قسمت ببینید من میتونم یه دکمه بهش اضافه بکنم، بگم مثلا تماس با ما بذارم، یا مثلا کسب اطلاعات بیشتر رو بزنم، یا رزرو کردن رو بتونم انتخاب بکنم. من میگم آقا مثلا کانتکت تماس باشه، تماس با من رو اضافه میکنم. یه قسمت میذاریم به اسم سند مسیج تا افراد بتونن مسیجشون رو برای من بفرستن. ببینید به این شکل تعریف میشه، میشه سند مسیج یعنی ارسال پیام. خب نکس میزنیم، اینجا هم میتونیم پیامون رو تاییدش بکنیم به صورت کامل و فینیش تمام. الان هر کسی روی این کلیک بکنه میتونه برای من یه پیامی رو سند بکنه. این صفحه دقیقا برای شما این شکل بعد از اینکه مشتریتون کلیک بکنه باز میشه و میتونه برای شما پیام ثبت بکنه. خب برای هر کسب و کاری داشتن یه صفحه فیسبوک تقریبا میشه گفت خوبه، چون رتبه جهانی خیلی خوبی داره فیسبوک و افراد زیادی هم بهش رفت و آمد دارن و خب میشه خیلی راحت اینها رو بررسی کرد. رونق کسب و کارها دقیقا از همین شبکه‌های اجتماعی انجام میشه. دیگه الان زمان این گذشته که شما قرار باشی توی کسب و کارت بری یه دونه پوستر چاپ کنی، بروشور پخش کنی، سر چهارراه پخش کنی، پشت برفاکن ماشینا بذاری، تو خونه ها بری بروشور تیکت تراکت پخش بکنی بندازی، یا مثلا تو خیابون تو عابر پیاده وایسی به ملت کاغذ بدی. این دوره گذشت، یعنی الان دیگه همه مردم یه موبایل دستشونه که با این موبایل دنیا رو دارن زیر رو میکنن. دیگه الان به حدی رسیده که دارن دیگه فکر اینن که برن تو فضا زندگی بکنن، تو قاره های توی سیاره های دیگه بخوان زندگی بکنن. پس الان باید همگام با مردم پیش رفت. توی بس فیسبوک یا توییتر، حالا من یه آموزش در مورد توییتر هم تا چند روز آینده ارائه خواهم داد راجع به کسب و کار، یادتون باشه تمام محتوای کسب و کارتون رو ببرید صفحتون رو اپتیمایزش بکنید، اون چیزی که مد نظرتون هست، لوگوتون، کاورتون، همه چی خودتون رو منتشر بکنید. اگر خواستید حتی میتونید این صفحه فیسبوک خودتون رو از قسمت ادسنتر میتونید تبلیغ بکنید برای افراد بیشتری، که افراد بیشتری از کشورهای مختلف تبلیغ شما رو ببینن که اون ملزم پرداخت هزینه است. ولی اگر این کار رو انجام ندادید میتونید این کار رو به راحتی با این سیستم انجام بدید. اگر من الان برگردم به صفحه اصلی هوم، میبینید که این صفحه من کل هوم صفحه‌ایه که انگلیسیه. من میتونم این صفحه رو میتونم فارسیش بکنم. اینجا یه گزینه‌ای به اسم تنظیمات هست که فیسبوک در اختیارمون قرار میده، میتونیم این رو فارسی بکنیم تا حداقل زمان مشاهده بهتر بتونیم اون پیجمون رو ببینیم و مدیریتش بکنیم. بذارید من پیج محمود بیزم رو باز کنم. این بغل، بله اینجا میتونم زبان رو اضافه بکنم، بگم زبان پیج من فارسی. خب فارسی. خب فیسبوک با ایران اصلا مشکلی نداره، بلکه با خیلی موارد دیگه مشکل داره که خب خدا شکر ما جز اونها نیستیم. ببینید این الان شد کاملا فارسی، یعنی اگر شما بخوای میتونی اینجا سرویس ها، نظرها یا بقیه چیزاتو میتونی، صفحاتتو میتونی ببینی و اینها رو مدیریت بکنی. خب من آموزش امروز رو دادم من باب این که بدونید این شبکه اجتماعی قدیمی که توی ایران هم هست منتها با فیلتر شکن میتونید واردش بشید از جمله مواردیه که میتونید از طریقش رونق کسب و کار خودتون رو شکل بدید، کسب و کارتون رو گسترش بدید و فروشتون رو از طریق این شبکه هم انجام بدید. ولی یادتون باشه فیسبوک چون سومین وبسایت در دنیاست، اگر خواستید خدماتی رو ارائه بدید حتما به زبان انگلیسی هم این خدمات رو ارائه بدید، هشتگاتون انگلیسی بذارید، محتواتون انگلیسی باشه، چون افراد زیادی هستن که به زبان انگلیسی مستعدن. خود زبان دنیاست تقریبا،
هر کشوری زبون خودشو داره. خب خیلی از افراد هم انگلیسی بلدن، در حالی که خیلی از دنیاها کشورهای دنیا اصلا زبون فارسی رو یارو نشنیدن یا اصلا نمیدونن. شما کما اینکه تو همین ترکیه زمانی که با یه ترک صحبت میکنی فکر میکنن تو زبونت مثلا عربیه، یا فکر میکنن، یا مثلا خیلی از کشورهای دیگه فکر نمیکنن مثلا زبون فارسی وجود داره. به خاطر همین هشتگ هایی که میذارید حتما انگلیسی بذارید، فارسی بذارید، عربی اگر میتونید بذارید. به همه زبون ها سعی کنید ارائه خدمات که دارید انجام میدید و خدماتتون قراره تو دنیا منتشر بشه و ارائه بدید، خب اگر میخواین این حرکت رو بزنید باز تمام زبان ها کنار بیاد، یعنی هم انگلیسی بذارید، هم فارسی بذارید، هم عربی بذارید، هم روسی بذارید، این کشورها رو بذارید که خیلی ملت زیادی دارن، یعنی آدم های خیلی زیادی در سراسر دنیا به این زبان ها مسلطن. من الان یکی از دوستان 7-8 زبان بلده، باز هم در حال یاد گرفتن زبان های جدید، الانم توی یه سفر به سر میبره. اینا همشون یعنی اینکه راه های کسب درآمد خیلی زیادی به وجود میارن. پس از این فرصت استفاده کنین. خیلی ممنونم از این که امروز هم همراه من در یوتیوب بودید. لطفا کانال من محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید و ویدیو رو بعد از این که دیدید برای دوستاتون به اشتراک بذارید. نظرتون رو برای من حتما بگید، ویدیو رو لایک کنید و سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید تا این لحظه همراه من بودید. براتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.